مثلا چه جور سیاست فرهنگی تو ذهنتونه؟ یعنی به شکل ایجابی بله چیزی تو ذهنتون هست؟ چون الان ما خیلی مسائل بله فرهنگی و مسائل درسته پیچیده و در هم تنیده و بله روی گسلهای حتی قومیه، چیزی تو ذهنتون به عنوان خب برنامه مسائل فرهنگی هست؟ فرهنگی خب خیلی گسترده است. بله شما از موسیقی بگیرید تا فیلم بله فیلم های سینمایی، تئاتر و نمیدونم همین مسئله حجاب، نمیدونم یا مثلا مسائل فرهنگ عمومی، از همین نحوه رانندگی کردن ما که واقعا در دنیا یه مقدار باعث خجالت آره. داره. من به نظرم مثلا یه رئیس جمهور بیاد مثلا قول بده، یکی از کارهای من اینه که من مسئله خط آبه رو حل میکنم. جد نمیگم، همین خیلی ادعای بزرگیه که الان نه عابر نه راننده اصلا فکر نمیکنه این یه موضوعیه. فکر میکنه مثلا این برای قشنگی تو خیابون کشیدن. وقتی یه عابری رو خط عابره اصلا راننده فکر نمیکنه باید بایسته. یعنی باید با فاصله 4-5 متر باید فرهنگ شهروندی بایسته. بله میاد اصلا میگه چرا اومدی؟ تو باید بدوی یا باید بدوی. من دارم میام. یا اگرم ترمز کنه طوری رد میشه که مثلا سپرش مماسه بر شلوار من مثلا میکشه میره. خب این شما بعد میرید مثلا یک کشور خارجی، حتی همین کشورهای همسایه‌مون، خب میبینی اصلا یه جوری دیگه هست. یعنی عابر پاشو میذاره رو خط عابر وای میستن، یعنی ده فاصله 5 متر وای میستن. خب بالاخره اینو کی بعد ما اینا رو درست کنیم؟ من اصلا جزء قابلیت مدیریت دولتی داره چنین به نظر من داره. بله اینو وزارت کشور رو نیروی انتظامی بیاد 2-3 سال بعد عملا آموزش بدن و جلوگیری کنن. گاهی یه جای اعمال زور لازمه و درست میشه، مثل بستن کمربند و این چیزا. کم کم ما یاد بگیریم. آخه خب بنده خدا مردم ما از وقتی به دنیا اومده همینجوری دیده تا آخر میگه خب اینا هم همینجور عمل میکن. اینا کارهاییست که وظیفه دولت هاست، وظیفه مربیان جامعه است. مثلا صدا و سیما مربی جامعه است، روحانیت مربی جامعه، دولت مربی جامعه است، پلیس مربی جامعه. اینا مسائل فرهنگی. یعنی معتقدید که اون مر چیزی که شریعت هست توی مسائل فرهنگی باید پیاده بشه، جای تساهل نداره؟ جای بله، منتها به شکل عرض کنم معتدل و عاقلانه. حساسیت های بی جا ایجاد نکنیم.